الرحمن الرحیم درباره خصائص النبی بوده. اشتم المقاتلت مع العدو وحده، یک در واجبات، یکی از خصائص پیغمبریه که در میدان جنگ اگر تمام فرار کنند و پیغمبر تنها باشه، پیغمبر باید به تنهایی خود به جنگ فرار نکنه. و نماینده خدای پیغمبر فراری زو خیلی بر آبروی دین میبره، میگ جنگ کن تنها، یا شهید میشه یا پیروز، دیگه هر چی که باشه. یعنی فرار کردن برای ما و شما افراد دیگر اگر دشمن دو برابر ما باشه، برای ما جایزه که فرار کنیم. یک ای در قرآن، این یکی دیگر اگر فرار کردیم ما، در غیر این صورت برای ما حرامه که حرام کنیم میدان جنگ بیل کنیم. مگر این که یقین کنیم که در یک جای قرار گرفتیم، از لشکرم دور شدیم، اگر فرار نکنیم یقینا کشته میشیم، او شاید فرار کردنش جایز باشه. برای پیغمبر مطلقا فرار کردن از میدان جنگ جایز نیه، باید مقاومت کنه، یا شهید میشه یا پیروز. المقاتلة مع العدو وحده لقوله تعالى فقاتل في سبيل الله، بپیغمبر میگه لا تكلف الا نفسك، غیر از خود کسی دیگر به این مکلف نکن، این برای توه، این برای توه که باید از میلان فرار نکنی ولو شهید شوی. خب شهید شده شهید شد. برای رهبر جامعه هم امتیاز داره رهبر جامعه و هم مسئولیتش هم زیاده. خب دیگر فرار کردن، اینا دشمن سه برابر چیزه مسلمان های فرار کردن، اما میشه جایزه، برای پیغمبر جایز نیه. وفي جملة من الروايات الواردة حول الآية كدر اي آية مباركة اي در سورة نساء آية 84 در يك اد از روايات وارد شده كي اي حكمي كي براي پیغمبر هیچ کس به اي مكلف نشده، يعني در گذشته هم مكلف نشده، اي فقط پیغمبر به اون مكلف شده. تنها در کل بشریت به پیغمبر به این مکلف شده. و مع ذالک لم ارى احدا من ذکر فی خصائصی، مطالعه ندیدم تا جایی که من وقتا مطالعه کردم، الان نمیگم، در هیچ کتاب نمیشته نیه، در حالی که هم روایت داره و هم آیه قرآن. اینم از خصائصشه. یکی دیگر از خصائص پیغمبر که مخصوص به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از خصائص دیگر پیغمبر اینه، گفت که از زنای خود با زنای خود صحبت کو، با زنای خود صحبت کو، اگر زوجات تو امهات المؤمنین به تو راضیان قول باشند، و اگر دلشان میخواهی که از تو جدا شوند، وضع اقتصادی پیغمبر که رئیس جامعه بود، غنایم میامد، زکات بود، پیغمبر استفاده نمیکرد. بی بی عایشه رضی الله عنها در یک روایت میگه تا پیغمبر زنده بود شکم ما حتی به خرمام سیر نشد. خرما در مدینه زیاد بوده، شبیه حکم توت داره پیش ما، در بهار که توت می آید خب خیلی زیاد هم است، آدم می خوره سیر میشه. میگه شکم ما به خرما هم سیر نشد. این قسم بود پیغمبر اکرم. این قضیه شق القمر این را کنار بگذار، زندگی پیغمبر که انسان فکر میکنه یقین میکنه که او پیغمبر بوده، از هرچی میخواست به دستش میرسید، مردم صدا میکردن که و اشهد ان محمد رسول الله
او را پیغمبر خدا می دانستند، ولی خودش وضع زندگیش خیلی خراب بود که خانومایش به خورما هم سیر نمی شد. آیه آمد گفت بدنه خود صحبت کن، قبول می کنند تو را باشن، قبول نمی کنند بگذار که برو. اونا اگر زندگی تو را تحمل نمی توانند، خب می توانند که بروند. ای آیه نازل شد، یا ایوه نبی قل لازواجک که بزنا بگو، بزنای خود بگو، این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتهن، اگر زندگانی دنیا را می خواهین و پول می خواهین مال می خواهین، من ندارم، می خواهین من کارا ندارم، بیاین که من شما را آزاد کنم، برین خدا حافظ شما، اونا را مخیر بگذار. و این تردن الله و رسوله و الدار الاخره، اگر خدا و پیغمبر و رسول و قیامت می خواهین باشین، ای به انتخاب خود شمایه، به انتخاب شمایه که می خواهین بمانین در زوجیت ما که وضع زندگی شما می نمی قسمی که است است دیگه. اگر می خواهین برین برین، پیغمبرم این کار کرد، در خود قرآن داره، زنا گفتن نه ما تو را می خواهیم، زنا از پیغمبر راضی بودن، گفتن ما تو را می خواهیم، ما زندگی توم که خرابم باشه ما هم تحمل میکنیم. خب اونا ماندن، که ماندن دو حکم دیگه بعد از او آمد، دو حکم دیگه بعد از او آمد، فداکاری کردن زنا، هیچی پیغمبر نداشت. بعد از فداکاری زنها و که با شوهر خود وفا کردن و با امو زندگانی سخت پیغمبر اکرم که چیز پیدا نمی شد، دو آیه دیگه آمد، دو حکم آمد. بعض این دو حکم دیگه از خواص نبیه، اینا از خاصیت های پیغمبر دیگه جانیه. یکی این که با پیغمبر خطاب شد که دیگه زن نگیری، اینا با تو وفادار بودن، خلاص اینمی که از تمام دیگه نگیری. بعد از او زن گرفتن بر پیغمبر حرام شد، یک. دو گفت اینا رم عوض نمی توانی که بخوای یک طلاق بدی و بعد دیگه بگیری، نه اینا با تو ازار وفاداری کرد. این مخصوص با امهات مؤمنین و با امهات مؤمنین که نه تبدیل میشن بعد از او که با پیغمبر ای گذشته کردن که پیغمبر دیگه بگیره و نه اضافگیم گرفته میتوانه. ای دو حکم دیگه هم آمد. در این حکم دیگری که زیاده گرفته نمیتوانه، بعضی روایات معتبر داره که نه همچی چیزی نبوده، او روایت هر ما قبول نمی کنیم، مخالف آیه قرآن هم، بگذار که سندشم صحیح باشه. حدیث اگر مخالف قرآن بود از حجیت ساقط میشه، او مزنون صدوره، آیه مقتوع صدوره، او روایت سندش معتبره، میگه نه این نبوده. اون که میگه حرامه، مراد از اون زنای محارمشیه که بر دیگرام حرامه، هیچ ربط نداره به حدیث، به آیه قرآن، با قرآن او حدیث مخالفه قبول نمی کنه. آیه اینمیه، ولا یحل لک النساء من بعد، بعد از این بر تو یا رسول ما دیگه زن جایز نیه که بگیری، ولا ان تتبدل بهن من ازواج، دیگه زنم گرفته نمیتوانی، نه زن گرفته میتوانی بعد از این و نه اینا را عوض میتوانی که برو بجایش دیگه بیای، این کار تو نمیتوانی، خلاص. خب و يمكن ان يقال بعدم التحريم، الا ودقت شيء دي فن فنيشه كي ما نميخانم، اينم يكي از چيز بود، يكي از بود و او روايات كه وارد شده من اينجا نميشتم كه اينا با ظاهر قرآن مخالفه، روايات دارم كه ميگه هر حديثي كه مخالف قرآن بود هو حديث حجت ني اصلا ميرز بين. خب ای چند تایی که خواندم تقریبا، بعضی ها نخواندم، اونایی که خواندم برای شما تقریبا ای هشتا بود، اینا از در خواص پیغمبره که به امت مربوط نیه،
احکام مخصوص به خود اویه به عنوان خاتم النبیین مثلا فرض کنیم احتمالا، یا به خاطر مقام رسالت خصائص بود در در واجبات که بر ما واجب نبود بر پیغمبر واجب بود و وظیفه شر سنگین کرد. الفصل الثانی فی ما یحرم علیه، ای در محرمات ام چند تا اختصاص به پیغمبر داره، امت در این شرکت نداره. یکیه که باید زکات نگیره پیغمبر، زکات بر پیغمبر حرامه. اگر کسی فقیر شد زکات برای فقرای بدن بشه. زکات یا در جهات عامه مصرف میشه یا در افراد در اردوتا. یک بحث خیلی درازه در فقه، ای خوبه که ایرم متوجه باشه. یک بحث است دراز در کتابای قدیم به عنوان خودش عنوان نشده. الان خیلی ای بحث مهم شده که جهت مالک میشه یا نه. ما یک جهت داریم یکی افراد داریم، این دوتایه. مثلا یک نفر صندوق خیریه درست میکنه، یک نفر برای یتیما کار میکنه، یک صندوق خیریه داره. این پول تو میگی من تملیک میکنم به صندوق خیریه، شما صندوق خیریه دارین برای هر کار خیر که درست کردین، مثلا نام شرمندی صندوق خیریه. این یک جهته، این جهته. یک دفعه میگی این پول بده به این خانم بیوه یا به این دختر یتیم یا به پسر یتیم یا به این فقیر بده، این فرده. پول که بشتادی مالک میشه، مالک میشه. جهت هم مالک میشه یا نه؟ از نظر شرایط امروزی اونا قبول دارن، امروز عرف عام. الان خیلی جهت هست که اونا جهت مالک میشه. خود دولت جهت، خود دولت هایی که امروز در کشورها هست اینا جهت. وقتی که پول میگیره مالیات، او مالیات کسی که از تو مالیات میگیره، چی در وزارت مالیه باشه چی در بانک ملی بروی پول بندازی، با او فرد تملیک نمی کنی، با جهت میدی با حکومت. حکومت یک جهت هم مالک میشه. یک باسه که آیا افراد که مالک میشه جهت هم مالک میشه یا نمیشه، ای گفتگویه. از قرائنی که ما داریم با بنای اقلا میشه که تا حدود زیاد به این جواب مثبت بدیم که بله جهت مثل فرد مالک میشه. این خیلی ثمرام داره. یک ثمریش مال آن بگم، یک عده چی خانومات چی برادره یک صندوق قرض الاسنه درست میکنن، به مردم میگن که مردم بیاین پول بدین اینجا، مفت ندین قرض بدین، برای دو سال قرض بدین. این دو سال قرض میده به صندوق قرض الاسنه. این قرض الاسنه چیکار میکنه؟ این پولا رو به مردم فقیر کم کم قرض میده. همین کاری که ما الان میکنیم دیگه در حوزه پول قرض میده، میبرن پنج ماه شش ماه پس میارن پولش میبرن. منتها ما اینجا در مقابل پول چیز میخواییم، زمانت میخواییم، میگیم طلا بگذار برو این قرض، سودم نمیگیریم که حرامه، قرض الاسنه میدیم. تا الان چند سال شده خب این کارا رو کرده. فرض کنین که الان این قرض الاسنه، صندوق قرض الاسنه مسئولش میایه یا مسئولینش میایه پیش تو میگه 2000 قرض بده، نه به ما قرض نمیخواییم، به صندوق قرض بده. این صندوق این جهته، این فرد نیه، نمیگه که به ما قرض بده. اگر بگوی به ما قرض بده اون فرد میشه، به فرد اشکال نداره که آدم قرض بده. جهت میگن این نام صندوق قرض الاسنه به این قرض بده. تو هم میگی میدم، داد یک چیز پول قرض دادی، اتفاقا اونام قرض دادن به دیگرها،
اونا قرضدارا نیاوردن، این صندوق ورشکست شد. الان تو چند پول داده بودی با قرض به این صندوق ورشکست شد، خلاص شد. امی کسانی که از تو پول گرفتن اینا زامنن، علل ید ما حخذت حتی تو ادیه، به قانون دست ید نه زامن نیین. و اینا که از تو قرض، فرض کن که این دو نفری که مسئول صندوق قرض ولسن ای پول دارم هستن، میگی بده پولی مره، یعنی ما که برای خود از تو قرض نکردم، توی قرض ما گفتم که برای صندوق قرض بده، صندوق جاعت شکست خورد ورشکسته شد. ما پول داریم لیکن به ما چی مربوط، ما برای خود قرض نکردیم، به ذمه خود نگرفتیم، برای صندوق گرفتیم، صندوق ورشکست شد. نمیتوانه که کسی که قرض داده برو شکایت کنه که این پول هر گرفته، این پول هر که بعد گفت که من پول که از تو میگیرم قرض به صندوق گرفتم، صندوق جهته، ما قرض نکردم، پول تو بر ذمه صندوق، صندوق ذمهش اعتباریه، اوقلا اعتبار میکنه، اعتبار میکنه. همین دولت الان خودش جهته، فرد که نیه. تو پول میره تحویل میکنی به چیز، به بانک، اومد تملیک نمی کنی به مسئول بانک، همون کسی که ششته و پولار از تو قبض میکنه، نه به امیدی، نه به رئیس بانک میدی، نه به رئیس جمهور میگی، این مال دولته، این جهته. آیا امی قسمه گفتگویه، یک عده میگن او جهات ما داریم در اسلام، داریم جایی مثل زکات، زکات جهته. الان تو میخوایی که یک خانه درست کردی که زکات بیاری، بیت الزکات، بیت المال که میگفتن قدیم، در بین این خانه میگذاری، این خانه رو کرا کردی، به صاحب خانه میگی من الان پول ندارم، فقط این زکات مقروض تو، ما اینجا اموال زکوی رو میاریم، مالای زکات میاریم که تدریجا به فقرا تقسیم کنیم. تو این به چند میدی؟ فرض کو امی چیز خانه رو خرید، گفت با 1,000,000، میگه او بهش میگه 1,000,000 ما یک سال بعد میدیم، میگه درسته. به مالک میگن ما نمیخوایم، ذمه ما نیه، ذمه زکات، به زکات قرض بده. اونو زکات یک جهته. او به زکات میده، میگه من به امی زکات قرض دادم، تو هم مالای زکاویر میاری اینجا و میگذاری و تقسیم میکنی، یک دفعه دیگه خلاص میشه و کس دیگه به شما زکات نمیده. الان سال گذشته و آدم میاینه 1,000,000 مرا بده، نه تلف شد مالی او، به ما به فرد قرض نداده بودی که ما باشم، به جهت قرض داده بودی، به جهت. این یک بحث خیلی مفصله. یکی از دانشمندای افغانی در حوزه قم ایره تا یک حدود زیاد نوشته، یک مسئله جدید از اقوال علما را نقل کرده. خب الان که فهمیده شد، اینجا ما میخواییم بگویم که یکی از چیزایی که بر پیغمبر حرامه گرفتن زکات، نگه تو زکات نگیری. دیگه فقرای امت اینه که مفلسن، پول ندارن، به دو شرط زکات روا میشه، هم برای جهات هم برای افراد. برای افراد دو شرط داره، یکی فقیر باشه، یکی هم بیکار نباشه، یا گده کار نمیکنن، بی ننگ و بی عارن، نگه ما فقیریم، به اونا زکات نمیرسه، و اونا نمیرسه. حتی سید کاظم یزدی میگه به طلبه هم نمیرسه زکات، برون کار کنن، اینا به اختیار خود کار نمیکنن. او سام امام جدا نک زکات به طلبه ها نمیرسه، اگر کار بتوانن و اونا او کار ترک کردن آمدن درس میخوانن، دیگه از زکات استفاده نمیتوانن. این سید کاظم یزدی مرحوم در اوروه نوشته. خب این زکات اینا افراد به فقیر، یکی جهت هم داره فی سبیل الله، یک پل درست میکنیم، اونمو جهت هم فرد نیه، یک پل کم شد، یک پل درست میکردیم 1,000,000 مصرف داره، 600 پیدا شد، 700 پیدا شد، 300 کمه،
امی مسئولین میگن مردم میگن بیاین قرض بدین باز ما که زکات پیدا کردیم با زکات قرض بدین وقتی که پیدا شد به شما میدیم فرض کن مردم هم آمدن دادن پول درست شد بعد خلاص زکات پیدا نشد پول کی بده؟ همینه که پول درست کردن نه چون با اونا گفته بودن با پول دارا با صاحبای پول که ما برای با پول قرض بده این جهته فی سبیل الله فی الرقاب جهته فی سبیل الله جهته فی الیتاما هم جهت میشه یتیم خانه درست میکنیم این یک جهته با افرادم مسکین و فقیرم داده میشه اینا خیلی به درد میخوره یک باسه که در هیچ کتاب فقهی قدیم ذکر نشده فعلا اینا عنوان شده و یک کلمه گفتم افغانیای ما در قوم خیلی مفصل نوشته ما میخواییم که می جایزه نعاد معراج یک چیز بایی بده خوب آقای من اقصد زکات المفروضه و اقلوه مطلقا حرامه ای تنها بر چی دارم نیه بر پیغمبر بر تمام بنی هاشم هم حرامه بر پیغمبر پس ای از خواه یک اشکاله ما گفتیم که از خصائص پیغمبریه که زکات بر او خوردنش حرامه ولو فقیر باشه میگم بر بنی هاشم هم حرامه مطلق بنی هاشم هم زکات حرامه زکات خود سید حرام نیه زکات غیر سید حرامه نه میگم بر اینا حرامه بشرط که او صورت حرامه که از خمس به او برسه اما اگر از خمس بر نرسه جایز روایت هم داره که جایز سید میتوان اگر برش خمس پیدا نشد زکات مصرف کنه برای پیغمبر مطلقا حرامه چی فقیر باشه چی نباشه نمیتوانه که از زکات بخوره ای از خواص پیغمبر اکرم میشه خب مطلقا حرامه ولو چی فقیر چی غنی بخلاف اول القربا بنی هاشم فانها تحرم علیهم من غیر الهاشمی که زکات از غیر هاشمی باشه ما او فای نصیب من الخمس به کفایت که همو خمس که میگیره کفایت میکنه و اگر خمس پیدا نشد میگن جایز که زکات بگیره بخور کما ذکر و شهید فی مسالکی بعضی ها گفتن که نه برای بنی هاشم مطلقا حرامه مطلقا حرامه زکات برسه یا نرسه پول زکات باید سید نخوره اگر این گفتم که مطلقا حرامه این خاصیت دیگه به پیغمبر ربط نداره برای سیدان می مشترک میشه مثل بقیه احکام مشترکه خواص خواص النبی او یکی مخصوص به پیغمبر باشه و غیر پیغمبر شامل نشه ولی بعضی ها جواب دادن که نه بر پیغمبر حرامه اگر بر سادات هم حرام شده به خاطر پیغمبره چون که اینا ذریه پیغمبر زکات بر اینا حرام میشه پس به او بر میگرده والحمد لله رب العالمين